بچه امروز بخواییم با وحید جان حرف بزنیم. خیلی هم شاکیه. داستان وحید چیه؟ داستان وحید اینه که بسیار شاکیه و گفته که حالا خودش باید بیاد بگه دیگه. من به منم خیلی توضیح نداده ولی ظاهرا شکایت داره. تا خودش بیاد ببینیم که چی شده، از زبون خودش بشنویم بهتره. تا ما وحید جان اگه هستی یه ریکوست به من بده یه ریکوست به من بده لطفاً. ممنون عزیزم. سرفه میکنم هنوز یکم ولی خوبم، کلا چیزی نیست، فقط یه ذره گلو درد و سرفه است. اگه صدام اینطوری یه معذرت میخوام. چرا شاکیه؟ میگه که من باید پرنده میشدم. حالا بعد خودش بشنوید. میگه اینجا توطئه شده، به دادگاه الهی هم شکایت کرد. وحید جان اگر هستی به من یه ریکوست بده، بذار ببینم خودم میتونم عدت کنم. وحید خودم اگه اکسپت کنی $1000 که دیگه شکایت نده. سلام. سلام. خوبی؟ خوبین؟ مرسی. شما خوبین؟ خدا رو شکر. شما خوبین؟ قربان شما. خانم خوب هستن؟ دختر کوچولی خوشگلی خوبن؟ خیلی ممنون. دندونش خوبه؟ مشکلی پیش نیومده که؟ شاید مشکل که هست. دیروز رفت دندون پزشکی ننشست. آه گریه میکرد؟ آره دیگه دکتر نتونست کار کنه. آه آره دیگه چرا داستان دیگه سریاله. آخه آره عزیزم چرا دارم بعد دندون درد خیلی چیز آره دیگه قربون شما. لطف دارید. همه چیز خوب؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. چی داده؟ چرا شاکی بودی؟ روحام گفته که رفتی سنگ زدی و گفتی که نمیدونم $1000 منو پس بده و داستان چیه؟ حالا یه سری کارا رو خودجور شاید هوادارا کرده باشن. من سنگ من ندادم. خب سنگ چی زده بودم من ندیدم. نه گفتید یه کاغذ انداخته یا همچنین من متوجه شدم که نوشتی که $1000 منو بیار بده یا هم چیزی. خب بیار بده دیگه. چی بوده داستان حالا؟ اگه سوالی چیزی هست که روال لایوتون. نه 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 اینو بگیم چون الان سوال همه بچه ها همینه، اینا رو بگیم بعدا حالا به سوالا میرسیم. آره من خب برنامه رو که دیگه همه دوستان دیدن دیگه، چهارشب رو دیدن. خب خدا رو شکر گروه خوبی هم بود و تموم شد. ولی خب داستان من رو هم تموم نشد دیگه. من اون امتیازی که داده بودم بهش یه پوینت کم کرده بودم ولی اون یه پوینت داستان داشت پشتش. چی شده بود؟ به روحام چه پوینتی داد کم کرده بود؟ همون یه یعنی پوینتی که من کم کرده بودم. داستان ما از اونجا شروع شد که یه لحظه یه لحظه ببخشید. خب چی شد؟ خب شما فکر کنم اون شب متوجه نشدید فرشته خانم خودتونم. روحان متاسفانه غذایی که به ما داد مرغ شکمپر نبود، خروس شکمپر بود. و این خروس شکمپر بود. از کجا تشخیص دادی؟ بعد من رفتم همه ریسرچ هامو انجام دادم. من ریسرچ انجام دادم روش. خب خودم که همونجا 100% فهمیدم ولی خب تحقیق کردم. بعدش هم دیدم این داستان انگار شوخی شوخی داره تموم میشه. خب من یه وکیل انگلیس گرفتم، یه وکیلم اینجا گرفتم، پیگیر کارم هستم که اینم پرونده روحام مشکی هم هست. باز کردم. آره دیگه به امید خدا این پرونده همینجور قطورتر میشه. حالا داستان ها مونده. اون شب به اون خروسش کم پرداد فرشته خانم. شما متوجه نشدید واقعا؟
نه من کجا بوده باید دیشتم، من خوشمزه بود خوردم دیگه، فقط تو شکمش دوست داشتم نخوردم، شاید آدم یه خروس بود تو شکمش بعد مزه شده بوده. ببینید خب اون شب اومد تم جاهلی داد و ما هم واقعا مثلا مثل اون جاهلات رفتیم جلو. خب این مرغ شکمپور که بشه خروس شکمپور یه جوری میخواست حال منو بگیره این وسط، مثلا دو که ما اومدی خونه ما، ما به شما به جای ما خروس دادیم خوردی و این که آره این داستان من خیلی تحقیق کردم، خیلی تحقیق کردم، همه جا رو گشتم، خیلی آدم ها رو صحبت کردم با هاشون، آدم های قدیمی همشون گفتن که یه کار خیلی بد کرده و تو باید پیگیر بشی. من اولین شکایتمو به فدراسیون ورزش های باستانی ایران کردم، چون این لوتی ها دیگه میرن اونجا، میرن زیر نظر فدراسیون ورزش های باستانی دست انداختی ما رو اونا همه پشت من، نه جدی دارم بهتون میگم آره همه پشت من هستن و این داستان با یه سنگ بندازی خونش و پول منو بده و اینا نیست. اگه جریان این باشه، همون شبی که اومد خونه ما این اینقدر سنگین بود مبل خونه ما رو شکوند، من $100 دادم فقط مبل رو بردم. بله بله حالی تو خونه ما هم نشست یه بری مبل اون اومد بالا، همینه دیگه. مخربه کلان، هم فیزیکی مخربه هم فکری، میاد همه رو تخریب میکنه. حالا حالا درست میشه، شما نگران نباشید فرش خانم، من حق شما چیکار بکنید؟ آره من حق شما هم میگیرم البته. حالا اونو اوکی مشکلی نیست، مشکلی در... میگه یه نفر نشیم که اونا رو بنویس تو پرونده. کدوم رو؟ همین هایی که گفتی رو دیگه. ببینین این پرونده تازه باز شده، این پرونده روحامه تازه باز شده. خب همه اینا میاد داخلش، یعنی من هم انگلستان هم اینجا و هم ایران فدراسیون ورزش‌های باستانی از سه تا پوش میکنیم و به امید خدا حقمون رو میگیریم. خیالتون راحت باشه. پس این چیزی که به روان گفتید یه مثلث بوده، این چی بوده داستان؟ این مثلث نه فلان. ببین من حالا معمولا عادت دارم، خودتونم تو برنامه دیدید دیگه، اولش ساکت بودم بعدش خود حرف زدم، من تا چیزی برام مسجل نشه معمولا سعی کنم حرف نزنم، ولی این وسط متاسفانه سه تا فایل دیگه هم باز شده. اصلا من نمیخوام تا پیش از که این مسجل بشه توهینی چیزی بکنم، جسارتی کنم، حالا بگم 100%، اینم چون لایو جنبه رسمی نداره بهتون میگم، من علاوه بر پرونده روحان سه تا پرونده دیگه هم باز کردم. این یکیشه فرشته از من هم از من. بله این هم یکیشه. کی؟ مهناز. مهناز هم چرا مهناز بله. و این هم یکیشه. کی؟ تیام. اتیام هم اتیام بله دیگه. شما این مثلث بودید، شما چهارتا یه مثلث بودید، این که میشه مربع چهارتا من نمیدونم این مثلث شما یه مثلث بودید و اومدید که کلن همه چی رو زیر سوال بردید. البته میگم اینا به غیر از روحام که مسجل و خیالم راحت و پیگیر شدم، شما ستا رو تا وکیلام نگن هیچ اقدامی نمی کنم، نامم براتون نمی فرستم، ولی تیام نامه شکایتش هم آماده است همین امروز، حالا ویکنده شاید دوشنبه برسه بهش. ایوه خود چیکار کنیم دیگه؟ فرشته خانم کسی که این کارو شروع میکنه دو از هفته من ناراحتی، من الان میبینی در نشون بدم من دادگاه نبرم وقت دیگه یه هفته. نه نه ناراحتی نیست فرشته خانم، اصلا بحث ناراحتی نیست، بحث اینه که یه کاری شروع شده و این شما تو چهار شب خواستید که کامل حجمه آوردید، حالا لیدرتونم روحام نبوده، روحام هم خودش من فکر میکنم مهره تیام بوده و اینکه حالا مشخص میشه، من وکیلا و کارگاه ها کار خودشون رو میکنم، خیالتون راحت باشه. جدی میگین رو همه رو بایی؟ بله بله جدی جدی، شوخی نداریم، مبل خونه اونو داره شکونده، گوشت خروس داره من خوردم، بعد از اون بعد تازه یا آزمایشگاه وکیلم گفت یا آزمایشگاه هست، شما اگه برید تست بدی مثلا دقیقاً بهت میگه فلان روز چی خوردی،
برو تست بده، اگه گفت فلان روز گوشت خروس خوردی تو دادگاه برنده ای. بله مگر آزمایشی هست؟ بله بله داده کشف شده، همینجور که فتوشاپ صوتی هم کشف شد دیگه، تو برنامه شما فتوشاپ صوتی کشف شد، من هرچی گفته بودم یه چیز دیگه پخش میشد، اینا همش چی گفته بودی یه چیز دیگه پخش شد؟ من هر چی میگفتم یه چیز دیگه داشتم اینجا میشنیدم تو برنامه، اصلا یه حرفا رو نزده بودم، اصلا پوینت شما این پوینت ها نبود که من دادم. چه پوینت هایی دادی به من؟ به شما دو دادم. به من دو دادی؟ بله به معناس پنج دادم، به روحام هم صفر دادم. واقعا؟ بله بله صدامو با فتوشاپ تصویری، با فتوشاپ صوتی که نسخش فقط تحت انحصار چیز سلطنتی انگلیسه، من نمیدونم روحام چجوری اینو به دست آورده، 100% نتونسته به دست بیاره. کار کار گرفته فکر کنم کار انگلیسه. حالا ما میریم جلو، ما استپ بای استپ میریم جلو. میگم وای جان پشتمون، وای جان یه وقت دوستان فکر میکنن داری جدی میگی، واقعا جدی داری میگی اینا رو؟ بعد حالا دیگه منو خانم از اون شب که فیلم من پخش شده ببینید من چه داروهایی دارم میخورم، من اینا داروها همینه قرصات عقب افتاده منو عصبی کردین شما. الان قرصاتونو میشه لطفا بخورین بعد جدی لایو بریم؟ الان وقتش ساعت چنده؟ ساعت الان 3:15 فکر کنم وقتش گذشته. من بخورم اعصاب نمیذارید به خدا حالا. خوبی شما؟ قربان شما. قربان شما، مرسی. مرسی. الان اوکی این میزو؟ مشکلی نیست. خوبی شما؟ الان دیگه داستان شکایتی نیستش؟ نه شکایت که من شکایت کردم دیگه، از روهام شکایت کردم. اوکی. الان قرص خوردین اوکی شدم میچی؟ وای جان اقعب وید با مزه است. حالا برخلاف اون چیزی که تلویزیون دیده شد داده شد، هم به نظر من یعنی من شخصا شب اول که خونه خودم و شب دوم خونه وید یه جور دیگه اصلا تصور داشتم ازش، ولی وقتی که شب سوم دیدم اصلا انگار که یه کرکتر دیگه ای بود، اصلا انگار یه چیز دیگه ای اومد ظاهر شد و این خیلی برای من جالب بود که چقدر ما میتونیم، من خودم شخصا چقدر میتونم از ظاهر قضاوت بکنه و چقدر وید بانمکه و یعنی یه چیز دیگه ای هست تصور میکنم. حالا خودت بگو، از میدونم که بعد شخصیت ها دیر توش میخورن، حالا خودت بگو که چه اول چجوری بشه. ببین کلا حالا شخصیت من، حالا کسایی که از نزدیک، حالا شما دیگه از نزدیک آشنا شدید دیگه، دوستان من هستین، من تا جمع نشناسم خیلی حال کلن آدم شوخی هم، ولی تا جمع و نشناسم مثلا ببینم حالا اونا چجوری شوخی میکنن چجوری حرف میزنن، سعی میکنم که اول گوش بدم کامل مثلا طرفامو بشناسم. مثلا من دوست دارم جلسه اول باهاش صمیمی شدم، کلی هم شوخی میکنیم و فلان اینا، مثلا دوستم دارم چندین سال دوستم، ولی هنوز اون جنبه جدی و کم حرفی و فلان اینا بینمون هست. این اخلاق منه. حالا فکر کنم شب اول بعد دیگه وامیشه، دیگه خیلی وامیشه. آره دوباره بذاریم تو ویدیو، چون شما آدم های خوبی بودین و من مثل خودم بودین، من دیگه باهاتون اوف شدم دیگه. قربونت برم، ما که همینجور یخ میمون تا آخرش. یادت خیلی هم عالی، ما خوشحالیم که تونستیم باهات ارتباط برقرار کنیم و خیلی هم خوشحالیم از اینکه میگه روحان میگه وید قشقرق بهت. قشقرق قشقرق یعنی قشقرق بپا میکنه. اوکی میگه چی؟ میگه خاکم میگه رد شد روم، تلگرافی ننویس، اگه جوابی داری به وعید بدی قشنگ جمله بنویس، تلگرافی که نمیشه که جواب داد که. حالا از شب خودت بگو، از چالش‌هایی که داشتی، از چالش‌ها. چند تا سوال از من زیاد پرسیده شده راجع به شب شما که من ازت بپرسم، ولی خودت اگه چیزی هست. خب شب من که قلیه میگو دادم و متاسفانه هیچ کنو تونم دوست نداشتم. خب دیگه دوست نداشتیم دیگه، دیگه ربطی به چیزتون معذرت خواهی هم نمیخواد دیگه، دوست نداشتیم. ولی خب قلیه میگومو خوب درست کردم
خب من قیافش خیلی خوشگل بود، قیافش آره دوباره مرسی. من قلیه میگو کلا قلیه مایو قلیه میگو زیاد هست، کلا غذای جنوبی زیاد درست میکنم. این ریسیپی هم که حالا قلیه میگو درست کردم، من میگم چند مدل امتحان کردم که مثلا این دیگه پرفکتش همینه، مثلا الان میخوام خونه درست کنم از همین متریال با همین ریسیپی میرم جلو استفاده میکنم. خیلی هم مثلا گفته بودن جعفری لازم نداشت و فلان اینا، خب خیلی جا جعفری نمیزنن، بعض جا میزنن. خب اون چیزی که به قول معروف به من دست داد که اوکی بود همینه. اون شب که برنامه مون تموم شد، خب من اصلا معلوم بود دوست نداشتیم. ناراحت شدی وحید از من؟ جدا میگم اصلا، یعنی واقعا بهم بگو، چون من واقعا بعد از اینکه دوستان، چون اون شب دیدم که ناراحت نشدی، اون شب خودم اونجا دیدم که مثلا اوکی، ولی خیلی دوستان که بعدن گفتن که مثلا ممکنه ناراحت شده باشی، یه ذره ته دلم گفتم واقعا نه ببین، ما همدیگه رو که نمیشناختیم که سلیقه غذاییمون دستمون باشه. خب قطعا اگه مثلا من شما رو میشناختم، مثلا الان مهمونی دعوتت میکردم، خب قلیمه گوهت نمیدادم، خب دوست نداشت. دقیقا شاید ناراحت شدم که آره، خب شاید یه غذایی رو درست میکردم که دوست داشته باشین، خب مهمون بالاخره مهمان من بودین، ولی نه اصلا اصلا اون ناراحتی که من میدونم جریانه چه به چه سطح ناراحتی، نه اصلا اصلا اینجور چیزی نبود. اون شب تا برنامه اون تموم شد، من سریع دو تا ملاقه قلیه مایگو کشیدم. سرآشپز ما خب جنوبیه، خیلی هم قدرت تشخیص آشپزیش خیلی بالاست، یعنی من واقعا اعتقاد دارم که میشناسمش. بهش دادم گفتم زهر خانم اینو بخور تو، خدا ببین بد شد چی شد. بعد گو الان که نصف شب حال برو برم برداشت، زنگ زد و گو نه اوکی بوده هیچ چیز. نه من نیست، تنها مشکل قلیه میگو بود که تون نبود، که خب دیگه باید هم تون درست نمیگردی. ولی روحام نظرش بود که نظر مهندسیش این بود که باید تون میبود که فشارش نیفته. اگه تون میبود که دیگه شما دو نفر فکر کنم همون دو تا قاشق هم که خوردید دیگه نمیخوردین دیگه، کلا فکر کنم پوینت هم بهم صفر میدادین. نه لازم من بعدم فکر کردم کاش مثلا من به شما 8 هم میتونستم بدم. والا بعدن که مثلا شب سوم که دیدم چقدر باحالین، چون من واقعا یه امشب بیشتر کم کردم به خاطر اینکه احساس کردم مثلا خیلی آروم بودین، خیلی ساکت بودین، ولی بعدن که شب سوم دیدم گفتم کاش دیروز اینقدر مثلا به قول چیز قشقرق شده بودین، من اون یه دونه پوینت رو کم نمی‌کردم. خواهش می‌کنم. یه چیز دیگه که از من قبلا هم سوال شده بود، اینکه اون ترچینی که درست کردی گذاشتی تر دیگه، اون چی شد؟ چون ما تو برنامه دیدیم که تو ترچین درست کردی. آره این ترچین داستان داره، میخوای نگم همینجور با خودم ببرمش اون دنیا دیگه اصلا. نه اون ترچین ولی جدا من تو خودم هی من ازم میپرسم میگن اون ترچینه چی شد؟ ترچینه با من اصلا فیلم دیدم ترچینه. من دمای فرامو خیلی زیاد نکردم که یه جوری آماده بشه که مثلا همون دم اومدن شما بشه و اوکی بشه، ولی وقتی آوردم بیرون، قبل از که بیاین ها، وقتی آوردم بیرون دیدم هنوز وسطش خامه. دوباره گذاشتم، دقیقا زمانی پخت، یعنی فرمن زمانی که شما اومدید خونه که روحان میگفت خونتون گرم و اینا، دقیقا به خاطر فر بود، فر روشن بود، آماده شد، یعنی سر شام من میتونستم بیارم. بعد یه لحظه نگاه کردم خدایا من الان بخوام، شما پیش غذاتون رو خوردین، بخوام اینو بیارم بعد برش بدم جوری که بر شکل بگیره، حالا زیباییشو دیزاینشو داشته باشه و بذارم اینجا، زمان خیلی زیادی رو از دست میدم، به خاطر زمان نیاوردمش. ببخشید. نه ما که میگم ما که اصلا اون لحظه متوجه شدم تو کابینت قایمش کردم، تیام هم نبینم. چه بچه دیده بود تو کابینت دیگه. آره دیگه، آره دیگه، میمونی دو ببینم بیار ملت بخورن دیگه. معناز و روحان میگن ترچین رو فروختی. نه 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 فروخت نه، خیالت رو عدوش. روحام از مهی داره بهت میگه دیگه، داره برات مینویسه میگه ترچین رستوران 1100 دلار رو به خودت بهش بگو بیاره پس بده. ببین داره بهت میگه روحام خودت بیا 1000 دلار قشنگ بزن. 1000 دلار تو مدرسه داد به مدرسه رفت دیگه، نداره که دیگه. 1100 دلار چرا 100؟ آها 100 دلار هم مبل بوده. آره 100 دلار مبل هم بیار بده بهش. آره بچه اگه سوالی داریم بپرسید، نه که ما داریم گپ میزنیم بعد نیام بگین چرا میگه انگار نمیدونم چی میگه ترچین و فروختی. روم سیرتوشی مهناز داغون بود. او سیرتوشی مهناز بود که من و تو گفتیم اونا مونده بودن، مهناز میخواست ما رو بکشه. آره
خب الان که مثلا میگید پوینت فلان و اینا، نمیدونم حالا شاید شما میخواستین بعد از من سوال کنید، مثلا اگه دوباره تکرار میشد با توجه که ما این برنامه رو دیدیم، مثلا آیا مثلا من امتیازها رو دوباره همینا رو میدادم؟ من اگه برمیگشتیم به عقب، تنها امتیازی که چیز میگم شاید یه امتیاز به شما اضافه میدم. امتیاز رو هم که در دوباره میدادم. امتیاز مهناز جونم، من دو تا ایرادی که گرفتم همون دو تا ایراد اگه همون شرایط بود دوباره میگرفتم، ولی خب مسلما به خاطر اون شناختی که حال مثلا الان دارم شاید حسم مثلا ده هم بالاتره، چون الان میشناسم، الان دوستیم با هم دیگه، ولی به فرض رو بر این بگیریم که دوست نیست، خب دوباره مثلا همون هشت رو میدادم، ولی به شما من یه امتیاز بیشتر میدادم به خاطر اینکه من اون شب واقعا یه امتیاز به خاطر سکوت ساکت بودن شما کم کردم، اونو نمیکردم. من اگه من هم مثلا دوباره میشد امتیاز بدیم، خب امتیاز شما رو همون هشت میدادم. روحامو ببین، روحام خودتون بودین دیگه، یعنی شبش صد بود، خب از ده صد بود، ولی خب چون اسم برنامه بفرمایید شام بود، حالا مثلا باید دقیقاً تیام به من گفت، حالا بعد از شب اول گفت خب یه خوره اظهار نظرات بیشتر کن، توضیح بده یه خورده ایراد، نمیگو ایراد بگیر، میگفت دیتیل چیزی که میخوره دیتیل بده بده که برنامه قشنگ بشه و اینجوری نباشه که مردم بگن هیچ کامنت نگیری و فلان اینا، مردم خوششون بیاد. به خاطر همین مثلا حالا من یه پوینت هم کم کردم، از اون گفتم یه خیلی پرفکت باشه، ولی خب اگه الان چیز بود من به روحان 10 میدادم، به شما 8 میدادم، به مهنازم چون امتیاز رو دیدم آخرش هم امتیاز شدیم دوتامون آخر شدیم، به اونم 8 میدادم. نه ولی گروهمون خیلی خوب بود به خاطر اینکه ما حتی چهارم نداشتیم و سوم و دوممون هم خیلی با یه امتیاز بود، یعنی من یه امتیاز از شما بیشتر بودم، یعنی اینجوری نبود که مثلا من خیلی بالاتر بوده باشم، که به نظر من باید شما و مهناز جون دوم میشدید، من سوم میشدم، یعنی خودم نه. اگر برعکسش میکردم اینجوری حالا یه گذشته، ولی anyway آره خداییش خیلی خوب بود، من خیلی راضیم و آره هیچ چیز بدی نیست. میدونی مثلا فیلم رو صد بارم نگاه کنی، حالا بعدن بچه‌ت هم نگاه کنه، مثلا اینجا نمیگه پدر بزرگم چقدر بد جنس بود، فلان بود، فلان، یه چیز منطقی و خوب بود و همین دوستی که بعدش ادامه دار شد خیلی خیلی ارزش داره. دقیقا روها میگه خیلی مردی داشت وحید، همون نوع عالیه، نمیخوام خودتو میخوام. باشه داره اینا رو میگه که شکایت تو پس بگیری. آره آره پروندهش بازه دیگه، من نمیتونم کاری کنم. آره دیگه کاری نمیشه که، بعد از ملکه اجازه بگیر. آره این مثلث مهناز فرشته تیام و روحام به خدا میشه مربع آمید من این مثلث کار دستتون میده. این همش راجع به خواب میپرسن، الان این 4 5 نفر نمیشن بپرسن آره. خوابش میاد چرا خوابش میاد؟ من فیس هم اینجوریه دیگه، چیکار کنم مثلا سر کارم که بعد موقع میرم خارجی هم مثلا بهم او هوای فلم میگفتم مثلا خوابت میاد، مثلا میگفتم نه بابا کجا خماره چشماتون، نه متوجه نمیشم مدل چشماتون خماره. آره اینجوریه دیگه، میگم که خسته ای. نه مدل فیسشونه. من نه خسته نیستم اتفاقا، مثلا خیلی جا من کار میکنم، مثلا میگم ما مثلا ایران میگفتم مثلا ما شنیده بودیم شیرازی ها تنبلن فلان اینا، یا این حرف دروغه یا تو ژنت شیرازی نیست علکی گفتی به ما، تو خیلی کار یکم راجع به خودت بگو وای جان، چی کار میکنی اینجا؟ یه بیوگرافی هم بهمون بده. البته آره اون زمانی که فیلم پخش و ضبط بود من داشتم استاج کالج رو میگذروندم، خب یه بعدش تموم شد، یک ماه بعدش تموم شد استاجم و حالا خدا رو شکر یه شرکت خوبم استخدام شدم، یه شرکتی از تجهیزات پزشکی و اینا، ماشین های تجهیزات تولید دارو و اینا میسازم، مشغول کارم و رستوران خانمم هم
ولی به خاطر کرونا تعطیله، ولی خب اونا ادامه. یه چیزی فرش جان، من اینو بعد میگفتم شب اول شما از من سوال کردی، گفتی خانم زنم شرکت کرده، من گفتم نه. خب خودت میدونی که شرکت نکرده، شرکت نکرده بود، ولی شب آخر آره مسجل شد که دیگه شرکت کنه. حالا شب بعدا بگن این دروغ گفت و فلان اینا، دیگه خودتونم میدونید که نه شب روحام در انتهای شب روحام یه نفر ظاهرا توی گروه های بعدی کنسل کرده بود، از همون کنسلی های معروف مونترال که تیام رو خود دیوونه کرده بود، که تیام همونجا به من و کلا به بچه‌ها، به شما، به همم گفتش که اگر کسی رو سراغ دارین که دوست داره شرکت کنه بهم بگین، یا مثلا به شما گفت، به من گفت اگر آقا مجید دوست داره می‌خواد شرکت کنه، که من گفتم نه مجید دوست نداره، شما گفتین که ولی خانم من دوست داره اگر که اشکال نداره، که وقتی تیام همونجا اسم خانمتون رو نوشت و گفتش که آره، چون قبلا واسه اینترویو با من اومده بودن، خب خانمم هم دیده بود، دیده بودن اینترویو کرده بود ازش دیگه، میدونست دیگه چجوریه. آره دقیقا شب روحام بود که خانم شما رو بودن، چرا که بعدا شرکت کردن. حالا آره خانم هم گروه 12 هست، گروه 12، یعنی این گروه سلامیات نبرد بعدش. آره پرچم شیرازی ها بالاست میگن، چه خوب خانم آقا وحیدم میبینیم. بله دو تا گروه یکی دو جا سوال کرده بودم پرش خانمشو، شما قلاتی هستید؟ نه من قلاتی نیستم، من شیرازی هم، ولی قلات رو خیلی دوست دارم، خیلی خیلی دوست دارم. یه باغ شهر هم اونجا داریم، میریم سهر میذاریم. شیراز خیلی قشنگه. پریسا میگه خانم شما ماه و حرف نداره. من گفتم من دوباره شرکت کنم، گفت نه. روحام گفته من دوباره شرکت کنم. روحام تو یعنی میخواستی همه گروه ها رو بپکنی ها. میگه منم مهندسی پزشکی خوندم، بیا با شما کار کنم، بیام با شما کار کنم. اینجا اصلا شما اینجا هستین دوست عزیزی که میگین مهندسی پزشکی؟ بنان ایک هم چیزی آقا وحید بینیتون عمل کرد. من و مهناد و فرشته عملی های گروه بودیم دیگه، عملی های گروه بودیم دیگه. آره. من یه تصادف خیلی بد سال 79 کردم با موتور، که اصلا فیس هم نابود شد. اینجا هم همه پلاتینه، اینجا همه فرکچره که پلاتینه. آره و یکی دو سال بعدش هم اصلا دماغ من پاشیده بود، یعنی عمل زیبایی بود، ولی خب عملی بود که چون صورتم خیلی داغون بود مجبور شدم. ولی من همچین حسی نکردم، من دوستان خیلی ریز بینن خدایی، مثلا من شما رو نزدیک دیدم، ولی اصلا من همچین حسی، من خیلی فرم صورتتون همین شکلیه، چون واقعا فرم بینی تو خب آره قوز و این چیزا نه خیلی تمیز و خوبه، ولی اون حس مثلا عمل چیزو نمیدونم، انگار نچرالی همینجوری بودین. آره خب قبلش هم میگم قبل از تصادف خب دماغم بزرگ نبود، حالا خونه عادتا البته خب عادی بود دیگه، ولی خب خیلی بزرگ هم نبود. الان دماغ هانا مثل دماغ منه قبل از عمل، ولی خب الان آره دیگه خیلی باید طرف تو کار عمل باشه، عمل باشه که تشخیص من میگم تشخیص نبودم. میپرسن بگو ناراحت نشد مهناز تمشو رعایت نکرد؟ نه من اصلا شبیه آدم هم نه. آخه به نظرت واقعا مثلا اگه تمو کسی رعایت نکنه میزبان خیلی ناراحت میشه؟ نه ولی فکر کنم خودت اشتباه کرده بودی و تمت رو میخواستی سیاه یا سفید بدی. نه ببین من قبلا هم گفتم من اصلا تمو من تعیین نکردم، به شما هم گفتم توی تمو تو اون کسی که کنسل کرده بود نوی گفته بود به من، تیام گفت میخوای عوضش کنی، گفتم نه. بعد من دیگه متوجه نشدم دقیق سیاه و سفیده، سیاه یا سفیده، اصلا داستان چیه؟ شماها که اومدین تو وقتی دیدم که مثلا شما اینجوری هستین تازه متوجه شدم که تم چی بوده، مثلا سیاه و سفید بوده. اگر نه خب برای من کاری نداره، خب یه کفش مشکی میپوشیدم، یه چه میدونم یه کاری مشکی میکردم، مثلا لباس سیاه و سفیدم حتی داشتم، مثلا میتونستم یه شلوار سفید بپوشم، داشتم لباس سیاه و سفیدم، ولی اصلا متوجه مثلا سیاه و سفید بودن نشده بودم. نه بابا چه من ناراحت بشم تم رعایت نکردم، نمیدونم. بعدم مهناز خوب بود، به نظرم مهناز خیلی خوب بود، اون مدل موهاش که به سمت بالا برده بود و اون به نظر من خیلی تمش خوب بود. حالا میگه در هنرپیشه که نیستیم بگوی که 100% عوض بشه. آره. به نظرم مهناز خوب بود، یعنی من حتی میگم مهناز هم من بهتر بود. آره دیگه چی میگه وای لایف تموم شد بیا دایرکت، نمیدونم چی کنه، میخواد کمکت کنه واسه شکایت. میگه خیلی شبیه برادلی کوپر هستین، ببین از تعریف هم میکنن دوستان. من خیلی گفتم شبیه مهدی فخیم زاده هستی، قبلا هم بهم میگفتن واقعا فکر کنم شبیه مهدی فخیم زاده باشم، خدا روش خوشگل نیست. حالا
نه ولی یک کم شباهت، من نه خیلی، یعنی یک کم شکایت میگم، شکایت اینقدر شکایت میخونم جای شکایت می... آش سبزی درست میکردی و آش سبزی آخه من همه که شیرازی هنم آش سبزی رو اینجا یه بار انقدر پرسیدم از ایران چجوری درست میکنن و فلان اینا، درست کردم رستورانم درست کردم برای پرسنل، گفتم من میخوام آش سبزی بدم بهتون، دقیقا جز به جز مثلا میپرس، زنگ میزدم ایران از طباخ ها میپرسیدم و چی کار کنم، ولی نشد. اون آش شیرازی نمیدونم چی جوریه چون حجم زیادی هست. من نخوردم تا آش شیرازی، نمیدونم چه شکلیه. خوشو درست نکرد، اینو به اون امتیاز نمیدم. میگفتم من آش شیرازی نخوردم امتیاز نمیدم. دیگه چی دوستان میگن؟ که دوستانی که میپرسن شکایت برای چیه، میگن دیر اومدن، شکایت برای جان از آقای رام به ملکه گفتین شکایت کردین به ملکه انگلیس؟ نه نه، من دو تا، یه وکیل کانادا یه وکیل انگلستان گرفتیم که حالا کنار این وکیلا با کارگاه هم کار میکنن، با کارگاه که ببینن اصلا داستان چی و از کجا میاد، ما اصلا نمیدونیم که بعد به کیا انقدر درگیرن که شکایت بشه ازشون، ولی فدراسیون ورزش‌های باستانی ایران هم پشت این جریان هست. پرونده تون هم میگم به غیر از پرونده روحام که باز هست، پرونده شما من آلردی درست کردم که دیگه هر چی اضافه شد بنویسم اینجا. شکایت هم راجبه اینه که اون جوجه شکمپور نبوده، خروس شکمپور بوده. نه اون شروعش از اونجا بوده، شروعش از اونجا. آره ولی دیگه هی داره اضافه میشه، اضافه خوب بمایدی. میگه باید فالوده شیرازیم دادی. واقعا راست میگه، چرا فالوده شیرازی ندادی؟ واقعا من واقعا الان که میگن راست میگه. فالوده شیرازی سرد بود، هوا سرد بود. آه راست میگه، هوا هم سرد بود. آره وگرنه یه بار درست کنم اینطوری برام. داش البته من یه بار رستورانتون فکر کنم یه بار اومدم داشتیم، اگر اشتباه نکنم پارسال تابستون داشتیم. آره یادم، یه بار رستورانتون اومدم داشتیم. امیدوارم که دوباره باز شه بتونیم بیایم رستورانتون. رستورانتون هم دوباره بگیم برای کسایی که البته تو برنامه بوده دیدن، ولی یه بار دیگه اگه می‌خوایم معرفی کنیم. رستوران پنرا سلکته، خانم هم شریک هستن، من هیچ کارم یه جای دیگه کار میکنم، ولی خب مثلا یه منوی صبحونه داره ویکندا، حلیم و کله پاچه، روحام بیشتر میدونه. اون حلیم و کله پاچه رو خودم میرم درست میکنم درستشون. خیلی هم خوشمزه است. میگه خونتون گرم بود اگه هوا سرد بود، روحام میگه. آره خب گفتم به خاطر نه اگه روحام میگه ولش کنم، اگه شما میگید فر روشن بود دیگه سر اون تحچینه. ببین روحام چیکار کردی که خروس دادی، اصلا کلی شاکیه. گرم بود که گرم بود. میگه فرشته خانم میتونم خواهش کنم جیغ و سوت بزنی؟ برای چی جیغ و سوت بزنم؟ من همینجوری صدام جیغ هست دیگه، جیغ و سوتم بزنم که دیگه هیچی دیگه. میگه تا الان از همه گروه ها روحام بهتر بود. حالا بهتری شاره، ولی خب خروس داده دیگه، ایشون میگن خروس. آره بذاری من یه پرس دیگه بخورم، بذاری من یه پرس دیگه بخورم. برای چون قرص زیاد میکنی. آره یه تم دهه شصتی خیلی عالی بود. رام میگم رام برای چون از اون شبت بگو، واقعا به ما خیلی خوش گذشت به خاطر اون خاطراتی که ترکیه. حالا درسته ما خودمون هی خاطره تر میگم، شما ساکت بودیم، ولی خیلی خوب بود، یعنی واقعا خوب. بعد اون بازی که اردی، بعد به بقیه بگو من اون بازی رو برنده شدم، اصلا من همین بازی های گروه برنده شدم. آره شما هم یه قل قل برنده شدی، همون بازی از اون بازی که شانسی بود. خب شانست خوب بود برنده شدی، چون همش دیگه شانسه دیگه، میخوام هر وقت بخوام، ولی یه قل قلت خدا وکیلی خیلی پر. بیا یه چیز بذاریم، چالش یه قل قل بذاریم، جایزه بذارم بیام هر کی بتونه. یه قل قل غلط نیستم، از بچگی گفتم تو برنامه، خب هم بازی که دختر بودم تا یه قل قل بازی میکردم من میرفتم یه قرار میکردم، میدونستم شکست دخترونه بود زیاد پسر. آره بازی دخترونه بود، ولی بازم چرا من یادم این مثلا پسرم هم اینا، خب این با من 2-3 سال اختلاف دارن، مثلا به هم نزدیک، اونا هم گاهی گاهی، ولی اونقدی که مثلا ما دخترا بازی میکنیم از این ما هم که میگن، نه که حالا مثلا بیچاره دور هم که جمع میشدیم فامیلی خونه ما در بزرگم نه، بازی خوبی بود، من یادم خیلی دوست داشتم اون موقع. باورت میشه بعد از اون شبم دیگه اصلا مثلا نه چون اصلا نمیدونم دوباره امتحان کنم دوباره
ولی خب جلو خوب شد، جلو دوربین آبروریزی نکردم. خیلی اصلا یه فرصتی نداد به بقیه بازی کنن، من باختم، نفر بعدی شما بودید که کلا جمعش کردی بازی. روحام هم که شاکی شده بود، هیچ بلد نیست، پادشاه هم بود، پادشاه بهش برخورده بود. من واسه سرگرمی شب خودم توضیح دادم، حالا پخش نشد به خاطر تایمشون، دو تا چیز تو نظرم بود. یکی این بود یه آتاری، دقیقا این اون آتاری های دهیشه هست که بازی هواپیمایی نبود پیدا کنم. یکی پیدا کردم آمریکا بود، خیلی طول میکشید تا برسید، اصلا قیمتش هم که خیلی گرون داشت میداد طرف، ولی خب دو سه هفته بعد میرسید. دیگه این کارت خدا رو شکر از دیجی کالا خالم سفارش داد و مسافرم خیلی سریع، یعنی مسافر بود که از آشنامون داشت می اومد. خالتون خیلی هواتون داشت، لباس آره. براتون دوخته فرسته آره. خیلی هواتون داشته خالت، خیلی خیلی. دستشون درد نکنه واقعا، این تشکر ویژه باد از خالتون. بله بله. از خاله کوچیکم خاله فاطمه تشکر، واقعا زحمت کشید، یعنی لباسام هم خیلی سریع آماده کرد و پرده. لباساتون خیلی خوب بود. آره که من مثلا بهش گفتم سایز گو دادم دوختم، گفتم سایز کمر من لاغر شدم فلان شدم، گفت من دادم دوختم لاغریت هم حساب کرد. نه خیلی، یعنی من اصلا شما رو دیدم، ببین من وقتی روحام رو دیدم اول تو راه رو فکر کردم الان روحام روحام خیلی عوض شده، خیلی قشنگ رعایت کرده بود اینا، ولی یه استایل دیگه شد. ولی وقتی شما رو دیدم اصلا گفتم خدا انگار فلش بک کردم، اصلا ما رو رفتیم توی اون دهه. واقعا خیلی خوب بودین، خیلی عالی بود. میگن که میگن خوبه بینیش، وای چه گیری دادم به بینی شما. با من به خدا تصادف کرده بودم. بابا اصلا تصادف هم نکردین، دوست داشتین، چه اشکالی داره؟ دماغ من اینجوری بود و اصلا هیچ چی نبود. هیچ چی دودم جو تکون چه خود. دوستان لطف دارن، به شدت به ظاهر حساسن. میگن لباس دهه شصتی واقعا عالی بود. میگه خالی نبند، نمیدونم منظورشون چیه. شب جاهلی هر چهار دوتون عالی بودیم، واقعا شب رام خیلی خوب بود. آره. میگه شب جاهلی اگه شما و معناس خانم چادر گلی پیدا میکردیم میداختیم سرسون هم خیلی خوب میشه. نه اولا که واقعا به ذهنم نرسید، خداییش که بگم مثلا هم چیزی به ذهنم، بعدن که خودت گفتی یه کاش شما چادر گلی بر میکردین و اینا، دیدم راست میگه جالب میشد، ولی اصلا به ذهنم نرسید. اگرم به ذهنم میرسید کجا پیدا میکردم چادر گلی. آره اینا چیزایی که باید از قبل بدونی، بله. مثل شما سفارش بدی از ایران، حالا که تم خودت از قبل میدونی، ولی خود تم بقیه رو همون موقع میفهمی دیگه. آره واسه همین نمیدونم، منم که اصلا 90 به گروه اضافه شده مثلا هیچ چی دیگه. ولی تو دعوا کله میزنی حتما روی بینی اثر گذاشت. روحام میگه دعوا کله میزنی دیگه، تو دعوا کلم اگه لازم باشه میزنیم. آره به روها میتونی کله بزنی، حالا دیگه کارش میکنیم دیگه. میگه چرا خودت، من بیشتر دعوا هم فکریه. راست میگه واقعا. میگه چرا خودتون صحبت میکنید؟ خب بپرسم چی به خدا من دارم میبینم. میگه خانم سوال چی پرسیده؟ میگه فرشته خانم شما هم عمل کردی؟ بله من این قسمت بینیم رو، منم داستان داشتم این قسمت بینیم عمل کردم، ولی این قسمت ها و بالاش و اینا نه. خانوما که یه چیز عادیه. توضیح کامل بدم که دوستان میپرسن نگن چرا جواب نمیدیم. میگه جواب همدیگر رو دارم میدن، خیلی جالبه با همدیگر دارن صحبت میکنن جواب همدیگر میدن، بعد من میگن چرا کامل نمیخونی. سوالی بپرسین چشم بروی چشم من کامل میخونم. آره سوال بپرسید من جواب میدم. فرشته خانم میپرسه من سوال هین چیز میکنم. بعد میگن تم هالووین شد تم کریسمس، به من میگن امشب شب من نیست، بریم توی لایو که با فامیلی عزیز داشتم که الانم پست توی پیج هست ببینید، من توضیح کامل دادم. الان لایو وحید جان هست بابایی هست راجع به شما هم تو ماشین پیش از که حالا وارد خونه بشیم، خونه یه معناس خانم بشیم، من شما زودتر رسیده بودیم اگه خاطرتون باشه صحبت کردیم راجبه. من گفتم بهتون، گفتم خانمای ایرانی همشون اینجوریان، هم. حتی تم هالووینشون مثلا شبای هالووین خارجی‌ها رو می‌بینیم مثلا خانم‌هاشون چه همه کار می‌کنن همه چی می‌زنن که وحشتناک، ولی خانمای ایرانی دوست دارن اون زیبایی‌ها رو باشه. خب خانم منم همینجوریه دیگه، من هر چی ایرانی هم می‌بینه همینجوریه. حتی هالووین هم دقیقاً یادم بهتون گفتم اگه خاطرتون باشه، گفتم حتی هالووین هم دوست دارن خوشگل باشن، حالا اون
چیز درسناکش هم باشه. کاراکتر خوشگله رو کاراکتر داشتن. ببین من یه دونه تم تو تمام عمرم که میخواستم همون شبم باشم و همیشه تو هالووین همونم، ومپایر خوناشم. من تا حالا تو زندگیم هیچ چیز کاراکتر دیگه ای نبودم مثل هالووینی که ایران که بودیم که اصلا از این داستانا نبود. مثلا هالووین و اینا زیاد مثلا نداشتیم. تو این 7-8 سالی هم که اینجا هستم، مثلا هر سالی که هالووین من همون فقط میکاپ ومپایر کردم، لباسای مشکی مثلا پوشیدم یا نهایتا شنل انداختم اینجوری. مثلا خیلی آدمی نیستم مثلا برم حالا یه کاری بکنم. دقیقاً به خاطر همون موضوعی که میگید اصلا دوست نداریم که شاید من اینجوری که تغییر مثلا قیافه حالا بدم برشاد مثلا باشه که خیلی هم خوب بود دیگه. حالا بعضیا خیلی حساسه. آره بود. میگن دیگه چی؟ میگه ظاهرا که اینطوره، روحام و وحید کاردوپنیرن. ما با هم دوست بودیم ما، بعدش حتی چند هفته بعد از مسابقمون اکران فیلم بهروز بود رفتیم، آی بهروز موسیقی بهروز خان اومده بودن، رفتیم با روحام، با هم دوست بودیم. همین تا پیش از برنامه که من فهمیدم چه خبر مشکل پیش اومد. و یعنی اون فهمیدی اون شب نفهمیدی خروسه، بعدن یهو فهمیدی؟ من همون شب فهمیدم خروسه. آه ولی به روی گل روحام بخشیدی. آره گفتم یه پوینت کم میکنم، توضیح هم نمیدم. ولی داستان گوشت خروس میده. میگن باور میکنن الان دوستان، میگه چرا بد شدی؟ میگن دیگه به خاطر اون گوشت خروس دیگه. وکیل مهاجرت خوب تو شیراز معرفی کنید لطفا. نمیشناسم. میگه خروس چرا میگم به روحم بعدم یه شفاف سازی بکنم، الان ملت باورش میشه که تو خروس دادی. ولی چه مثلا یه چیزی هستم حالا غیر از این، واقعا میشه تشخیص داد مثلا این مرغ یا خروسه تخصصی وقتی میخوری؟ آره چون من تا حالا خروس نخوردم. آره میشه تشخیص داد اون چیزی که خوردید، اون چیزی که خوردید خروس بود. اون خیلی نرم و لطیف بود. خب یه جایی درستش کرده و این ناقلای آشپزی بلده. اوه میگه مرغ و میرگاه خودت هم مرد بودن. بدکش کرده. میگه میگوات رو هم میگه میگوات مرد. من که نگفته بودم خانم میگو سر میکنم. تو دارم قلیه میگو. هم خانم توش بود هم آقا. نمیدونم اگه جنسیت دارم. میگه خروس از میگو قلیه میگو قلیه بهتره. ولی خیلی دوست دارم. من خیلی کامنت گرفتم که برام نوشته بودن فرشته جون میدونیم که دوست نداشتی یا اینا، ولی واقعا خوشمزه است، غذای جنوبی ما جنوبی. مثلا فالوورای خودم که جنوبیان همشون میگفتن که خیلی غذای خوشمزه ایه و اینا، ولی خب ممکنه شهرهای دیگه مثلا زیاد دوستش نشون، ولی غذای خوشمزه ایه. واقعا هم غذای حتما خوشمزه است که اینقدر معروفه، فقط غذای خوشمزه ایه که اینقدر معروفه. ولی سلیقه زائران چه سلیقه ایه. میگه خروس خوردن مگه اشکالی داره تخصصی؟ نه ولی اون تم جاهلی اون شب که بود معنی بدی میداد. آها چرا میگه فرشته جون شو پریس تو هم میگه قلیه میگو این که دیدیم یه نفر میگه قلیه میگو میگه فرشته خانم آقا باید هزار بار نوشتم نخونه نظرتون در ارتباط با فیلونچر منظورتون چیه؟ میشه انگلیسیشو بنویسین؟ فارسی نمیدونم که منظورتون چیه. فیلونچر شما میدونید چیه؟ نه به خدا منم نمیدونم. به خدا نمیدونم به خدا. میگه بالاخره وحید خوب بود یا کیک فرشته چی؟ وحید خوب بود یا کیک فرشته؟ من فکر کنم سوالش اینه خوب بود کیک فرشته. کیک خوب بود؟ آره. آها فکر کنم برای این میگه. میگم این تکرار بشه من به شما همون 8 میدم. ایرادم همون ایراده بود که گفتم، حالا مثلا چیز گفتم. مثلا برای من شاید یکم کم نمک بود. چون یه سری مثلا چیزایی اونم فقط به خاطر ببینید چون میدونستم قبلش به فرمایش شام دیده بودم مثلا یه سری آیتما رو آدم باید در نظر بگیره. طبق اون آیتما مثلا من نمره 8 دادم. نه خیلی هم خوب دارین. من دیروزم فرگوزم گشتم چون گفتم دوستان به من خیلی نمره خوب عالی بودن باهاتون، یعنی توقع خودم کمتر از اون بود. میگه به خاطر رونوسینه مرغ شب جاهلی
فکر کنم میگه دیگه. ببینیم اگه سوالی از دوستان که بپرسیم، اگر که خودت حرفی دارید ما لذت ببریم بشنویم. نه من حرفی ندارم، فقط خیلی تشکر میکنم. من میگم تو فضای مجازی اینا خیلی نیستم و اینکه حالا بعدش یه صفحه اینستاگرامی که داشتم و باز مثلا اکتیو کردم و فلان اینا، ولی خب خیلی لطف داشتم، دمشون هم گرم، هم همشهری ها، هم هر کسی که دوست داشت، هر کی هم دوست نداشت ببخشه دیگه. آره ولی خیلی آره بین ما نبوده و نیست و نباید نباشه. آره شما اینقدر خوب اینقدر ماه فرشی باشه چیز روحان میگه کیکش خوشمزه و فقط ساده بود. روحان انتظار داشتی من به چی بدم مثلا کیک ساده؟ خب کیک همینه دیگه، الان هم ایراد میگیره، میگه کیک شوهر فرشته عالی بود. اگه مجید درست میکرد که، اگه مجید شرکت کرده بود و کیک درست میکرد که دیگه هیچکس ایرادی نمیتونه ازش بگیره. متاسفانه مجید افتخار نداد شرکت کنه و من مجبور شدم کیک ساده بپزم، بیشتر از این بلد نیستم. میگه هنوز سیبیل میگوهات لای دندونام گیر کرده رو. نوشه جونت. نوشه جونت. دیگه ببینیم دوستان چیزی اگه میگن. وعیدم همش کم نمک. وعیدم همش میگه کم نمک بود. من خانم میگه میگه چیز مهناز میگه وعید چیز کیک باید مزه چی بده؟ آها میگفتی مزه شکلات باید بده. چیز کیک واقعا چرا اونو گفتی؟ مزه چیز کیک باید چی باشه؟ من خانم پیام گذاشته نوشته گلاب میخوام. من ببخشید 3 ثانیه الان میام. بیاد ببینیم که چی میگه. مراحل کیک پختن رو ندیدی؟ برای اینکه من پخته بودم اون موقع که فیلم بردارا نبودن. فیلم بردارا نبود من پخته بودم. فیلم بردارا که اومدن قربون شما من اومدن دیگه من پخته بودم کیک رو. راجب چیز کیک پرسیده بودن که گفتین چیز کیک آره اون برنامه خب خودتونم دیگه فرشته خانم میدونید، حالا هر کی شرکت کرده میدونه که خیلی از ما سوال میشه، خیلی حرف میزنیم و یه سری تیکاش پخش میشه. خب حالا برنامه شب فرشته مهناز خانم، چیزی که شما قبل از مسابقه گفتید که چیزکیکی دوست دارید، چیزکیکی که خیلی سفت نباشه، چیزش خیلی زیاد نباشه، هم شما گفتی و هم رو هم منم آره. خدا منم گفتم، همون صبح منم گفتم، ولی مال من پخش نشد. خب یک کمی مزه پنیرش غالب بود به بقیه مزه‌هاش، خیلی فقط یه جمله داشت پخش کرد، خب دیگه هر کسی بود بعد متوجه میشد که چیزه منظور من چی بوده، ولی خدایش خوشمزه بود. میگم اگه من میخواستم خیلی خوشمزه آره، اگه من میخواستم طبق نظر من مثلا چه میدونم اگه برای خودم میخواستم درست کنم مثلا یه جوری حالا مزه پنیرش یک کمی کمتر باشه که بقیه مزه ها بیشتر احساس در اینجوری بود، یعنی مهناز خانم پرفکت بود به خود، ولی من باید به مهناز هش میدادم. عزیزم اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. روحان میگه که اون نور پشت سرت مصنوعی بود که حالا یه نور پشت سرت بلند شدی مصنوعی بود. معلوم شد. ببین الان میبینی خودش مشکل داره. آره دیگه ببین هر چی میخوای کاری به کارش نداشت. لایو خودش من فقط اومدم یه گوشه نشستم فقط نگاه کردم. یه چند تا لایک هم فرستادم. ببین همینجوری داره مزه میفرونه، همینجوری داره چیز میکنه. ببین از اولش با تو به کل افتاد. از همون شب دوم که اومد خونه شما و تو اون تیپ چیزو زده بودی، دیگه با تو به کل افتاد. بعدش رفته نوچش آورده به نوچه میگه امشب 3 تا جوجه میخوان بیان اینجا دونه برچینه. جوجه میخواد بیاد دونه برچینه؟ آشه آقا رو هم میبینیم، جوجه هم میبینیم، جوجه هات هم میشماری آخر پاییز. آقا رو هم آره به خدا به ما گفت جوجه میخواییم پرونده شکایت منو بذار کنار، منم بیام به تیم تو. ببینید به خدا نبود پرونده شما، من نبود، ولی خب امروز وکیل زنگ زد گفت دستایی هست که این دوتا بودن. یعنی اولش فقط مثلث روحام و تیام بود، میشه بعدش شد آره مثلث شما و مهناز و تیام و روحام. متاسفانه
خدا کنه زلای دیگه پیدا نکنه، چون میگن شاید پای ملکم وسط باشه. میگم یه قرص دیگه بخور. واقعا یه قرص دیگه بخور. دوستان همه اینا که میگیم شوخیه، وحید جان خیلی دوست داشتنیان، ما با این حرفاشون 4 روز داریم میخندیم، گفتیم که ما خودمون انقدر خندیدیم با این حرفا این 4 روز، دلمون نمیاد که شما رو با این خنده هامون شریک نکنیم. واقعا توی اون گروه خودمون که داریم 4 روز ما واقعا خندیدیم به این حرفا و گفتیم که شما هم با ما بخندین، اگه 1 ثانیه هم خنده رو لبتون بیاره ما کار خودمون انجام دادیم. وحید جان خیلی ممنون که اومدی. قربون شما. وقتی که گذاشتی. ممنون از شما که دعوت کردین. قربونت برم. حالا اینجا هم روحام هست. مجبورم بهش سلامم بکنم، ولی پروندهمون جای خودش. معنات خانم هم هست. سلام. شما خیلی زحمت کشیدید خانم. خیلی زحمت کشیدید. در تماس هستیم. امید خدا کرونا بره یه مهمونی بگیریم هم دیگه رو. حتما یه مهمونی بگیریم، یه بارم بیاین دور هم دیگه جمع شیم. من اتفاقا یادم نمیره، من مامان اینا که اومده بودن، خواهرام اینا تا اینجا بودن، اومدیم دوستان دعوت کرده بود رستوران شما، یعنی مثلا ما رو دعوت کرده بودن اونجا رستوران شما، و اونجا خب همیشه شنبه ها برنامه موزیک و اینا داریم، خیلی هم خوش گذشت، کلی رقصیدیم، شاد بودیم و اینا. لطف دارید. ما همیشه نایک پرست. واقعا شخصیت شما خیلی دوست داشتنیه. حالا یه خوردم چه میدونم حرف و حدیث، بعدش یه کامنت هایی من دیدم، به خدا من اصلا کامنت هایی من نمیخوندم، یه دوستی دارم بنده خدا اون تایی زنگ بزنم میزد میگوی اینجوریه، خب ناراحت شدم، ولی فکر کنم داستانش اصلا رفت به برنامه ما نداشت، از قبل چه میدونم چیزایی بوده که حالا خواستن توی برنامه بروزش بدن، ولی شخصیت شما واقعا دوست داشتنی محبوب، حالا هر کی از نزدیک با شما معاشرت کنه که معلوم سرمون میفهمه. این نظر لطف شما تا محبت شما برای من محبت دوستان مهمه، اونایی که خب حالا به هر دلیلی که نظرشون هم محترم منو دوست ندارن اشکالی هم نداره، قرار نیست همه آدم دوست داشته باشن، ولی برای من فقط دوستانم شما، چه دنیای واقعی چه دنیای مجازی، کسایی که دوستم دارین مهم هستن که منم دوستتون دارم. مرسی وحید جان، خیلی به خانمتون سلام برسونید، امیدوارم هر چه زودتر دندون کوچولوی خوشگلتون خوب بشه و مشکل بیشتر محبتیم. من نمیخوام مدیریت زمان رو از دست بدم مثل دیروز وسطش قرار. آره از دست بدم. منم برم به پرونده هم برسم. شما به پرونده هاتون برسید. قربونت برم. باشه. مرسی. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. عزیز جون، اگه با این ویدیو خیلی حال کردی، همینجور که این انگشت رو میزنی رو عسل، بزن رو سابسکرایب خوشگله. اگه خیلی مال کردی اون لایک هم بزن که دیگه حیرونت میشم. یا علی.